بسم الله الرحمن الرحیم. جیگر تله ها و شیطون بله ها، سلام. کاظم دوباره اومد با یه ویدیو دیگه راجع با یه تارانتولای چموش به اسم پترینوپلما سازیمای. درست گفتم اسمشو؟ پترینوپلما سازیمای. بله اسمشو درست گفتم، بله، اولین بار تو زندگی. پترینوپلما سازیمای که اسمشو همیشه اشتباه میگم و همونطور که میبینید خیلی تارانتولای چموشیه. بیا اینجا. همونطور که از اسمش معلومه برزیلیان بلو از برزیل میاد، از شرق برزیل که تابستونای بسیار گرم و زمستونای خنک داره. این یعنی که اینا تغییرات دمایی رو خوب تحمل میکنن. در دوره استینگی این تارانتولا تارانتولایی که نق میزنه، یعنی فوسوریال در دوره استینگی، ولی وقتی که بزرگتر میشن به مرور به تارانتولای ترستریال تبدیل میشن. یادتونه بهتون گفتن از غذا نخوردن تارانتولای چیشته میشه؟ این دختر خوشگل ما سال دومیه که غذا نمیخوره، تو پریمولته، 2 سال تو پریمولته. کی باورش میشه؟ تا نبینی به چشت که باور نمیکنی، برای همین اینقدر این رنگای آبیشو نشون نمیده. احتمالا همین روزا دیگه مولت بکنه و همونطور که میبینید این تارانتولا خیلی چموشه و حرکتای سریع داره. اینا تو دوره استینگی خیلی 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 کوچیکن، جوری که باید با میکروسکوپ نگاهشون بکنید، ولی تارانتولاهای هاردکوری ان و اکثرا زنده میمونن. دوره استینگی رو به دوره جوونایلی و بزرگسالی میرسونن اگه خوب ازش مراقبت بکنید. بریم ببینیم چجوری باید از این خوشگلا نگهداری کرد. پترینوپلما سازیمای، همون که بابش میگیم برزیلیان بلو، نیاز به خاک دونم داره، یعنی رطوبت نه خیلی بالا نه خیلی کم. خاکتون رو اگه دونم نگه دارید استینگاتون رشد میکنن. همونطور که گفتم سایزشون خیلی کوچیکه. برای غذا دادن اینا شما میتونید یه میلورم رو به 4 یا 5 قسمت تقسیم بکنید با قیچی یا با یه چاقوی چیزی بذارید براشون میخورن. تو دوره استینگی همونطور که گفتم اینا شروع میکنن به نقب زدن و رنگشون اصلا آبی نیستش. دوره استینگی رنگشون زرد رنگه. آره، بعدن یواش یواش این رنگاشون تیره میشه، هی به مرور که هی مولت میکنن و رشد سریعی هم دارن. این ماده من نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده، این خونه دوستم بوده و 2 ساله که غذا نمیخوره، 2 ساله تو پوری مولته، ولی آبدمن بزرگی داره همچنان و نمیدونم که چرا مولت میکنه و سالم هم هست. همونطور که میبینید خیلی فعاله و این خیلی جالبه. اینا میانگین عمرشون 15 تا 17 سال برای ماده ها، نرها حدود 3 تا 4 بعضی وقتا تا 5 سال هم میرسه اگه بهشون کم غذا بدید. بعد برای استینگا دیگه چی لازم دارید؟ یه دونه ظرف خیلی کوچولو که از دو طرف تهویه داشته باشه. مواظب باشید که رطوبتتون رو خیلی بالا نبرید، چون رطوبت بالا خیلی زیاد موجب قارچ و کپک و این چیزایی که خودتون میدونید دیگه، این داستان قدیمی شده. تهویه از دو طرف زیاد به بالای انکلوژر زیاد سوراخ و اینا نیاز نداره، فقط از دو طرف چند تا سوراخ زیاد داشته باشه انکلوژرتون که توش نگه میدارید سازیمای رو یا همین برزیلیان بلو رو که هوا در جریان باشه توی انکلوژرشون. یه چیز دیگه ای راجع به اینا به دلیل تخریب زیستگاه از بین رفتن جنگل ها، آتش سوزی و شکار بی‌رویه به خاطر اینکه اینا رو قاچاق می‌کردن قبلا، توی اون منطقه که زندگی میکنن توی طبیعت نسلشون در خطر انقراضه، ولی توی هابی فراوونن. برزیلیان بلو رو خیلی ها تکثیر کردن چون تارانتولای راحتیه، زود رشد میکنه، زود بالغ میشه، ظرف 3-4 سال مادهشون بالغ میشه و میتونید تکثیر بکنید. تکثیرشون هم راحته، زیاد تارانتولای چیزی نیست که تریکی باشه تکثیرش و اینا. همونطور که گفتم چون تغییرات آب و هوایی زیاده توی منطقه که زندگی میکنن، اینا تغییرات دمایی رو خوب تحمل میکنن. دمای ایدئال برای اینا همون دمای معمولی اتاقی که برای من و شما اوکیه، اینا هم اوکی هن، بین 22 تا 30 درجه اینا هم اوکی هن. نکته دیگه راجع به برزیلیان بلو اینه که اینا توی دوره استینگی همونطور که گفتم نق میزنن، ولی وقتی که بزرگتر میشن دیگه تنبلن. اینا رو بعد برایشون یه هایت بذارید و ظرف آب. اینا به آب زیاد میخورن، اینا زیاد دیدم آب میخورن. ظرف آبشون رو همیشه تمیز نگه دارید و همیشه آب کافی در دسترسشون باشه. برای استینگا شما میتونید یه دونه از وقتی که بزرگتر شدن به اندازه مثلا 1 اینچ رسیدن، شما میتونید براشون یه دونه در نوشابه بذارید یا از یه در نوشابه استفاده بکنید به عنوان ظرف آب.
نگهداری بسیار راحتی دارن، اما هندل کردنشون همونطوری که میبینید تازه این تو پریمولته اینقدر چموشه، یهو حرکت‌های سریعی دارن، از چپ و راست میرن و فیدینگ رسپانس بسیار قشنگی دارن. جالب اینه که اگه شما همونطوری گفتم اگه میلبورن رو براشون نصف بکنید، تیکه تیکه بکنید، بندازید، اینا اون غذا رو میخورن، براشون مشکلی نداره. بعضیا اصلا مرده رو دست نمیزنن بعضی از تارانتولا، ولی این برزیلیان بلو جز تارانتولاییه که مشکلی براش پیش نمیاد، میخورن راحت. رطوبت همونطور که گفتم، خاکتون رو دو نم نگهدارید، نه خیلی زیاد مرطوب نه خیلی زیاد خشک، یه چیز بینابین دیگه، بین 50 تا 60 درجه رطوبت برای اینا اوکیه. برای سینگاتون هفته یه بار یه چند تا قطره آب اسپری بکنید توی انکلوزر. همونطور که میدونید ما استینگا رو توی ظرفای کوچیک نگه می‌داریم، ظرفای کوچیکی که از دو سه برابر سایز بدنشون بزرگتر نباشه. ظرف بزرگ قبلا هم گفتم، اگه توی ظرف بزرگ نگهدارید اینا غذا رو پیدا نمی‌کنن و شما اونا رو پیدا نمی‌کنید چون خیلی کوچیکن و تارانتولاتون ممکنه از دست بدید. پس ظرفای کوچیک برای تارانتولای کوچیک. وقتی که بزرگ میشن به این سایز میرسن میتونید از یه انکلوژر بزرگتر استفاده بکنید. تارانتوله ها مخصوصا برزیلیان بلو شادی و شعف و سرزندگی و عشق و به زندگی تو میارن. حالا این الان توی پریمولت اون رنگای آبی چیزشو قشنگ بیرون نمیده، من امیدوارم که این به زودی مولت کنه چون یه نر منتظره که با این جفتگیری بکنه و فکر کنم همین بود. نگهداری بسیار آسونی دارن، ولی برای مبتدی ها من اینو پیشنهاد نمی کنم زیاد، چون مبتدی هایی که میخوان هندل بکنن، اگه نمیخوای هندل بکنید که تارانتولای عالیه، هاردکوره، مرگومیرش خیلی کمه، زود بزرگ میشه، رنگاش فوق العاده است. حالا اگه پوست انداخت من ازش عکسای خوب میگیرم با لنزای خوب، ببینید رنگای مشتیشو خوشگلشو و همین دیگه. این بود انشای من. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد با دوستاتون به اشتراک بذارید، اگه خوشتون نیومد نذارید، چه کاریه. تو ویدیوهای بعدی با یه حیوان خوشگل دیگه میبینمتون.